با سلام و درود. جوزف استالین 144 ساله شد. استالین نامش به گوشای همه ما شما آشنا است. اما چرا ما در برنامه برای مردم افغانستان و حوزه فارسی زبان میگیرم ای برنامه را به یاد بود استالین 144 ساله اختصاص دادم؟ خب توضیحش نمیتونم. ما توضیح خود ماجرا را داستان و برنامه را شرح میدم، شما خودتان بفهمید. جوزف استالین از جمله آدمایی بود، خب یکی خو یک چهره سیاه و سفید است. کسای سیاه میبینه، کسای سفید، اما تاریخ او رو در قطار اما کسای حساب میکنه که همگنانش یا به سلام کسایی که مشابه به استالین بودن کم نبود. اما استالین یک ویژگی هایی داره که هیچ یک از کسانی که با قدرت، هیبت، انضباط، دقت و انتظام حکومت کردن مثل ازی نبودن. صاف ساده میگه بیمیر اما هرگز عقب نشینی نکن. مردی بود اسرارآمیز، ترسناک، ذهنخوان، به شدت مشکوک بر همه چیز، حتی بر خود، چنانچه خودش میگه، و بیرحم. خب اسناد تاریخی و رسمی روسیه میگن که جوزف استالین در 18 دسامبر، یعنی 1878 به دنیا آمده. اما یک تقویم قدیمی دیگه هم است، از دوره تزارها مربوط به اون دوران، تاریخ تولد استالین 12 روز زودتر است، یعنی تاریخ رسمی گرفته، مثلا 6 سپتامبر اعلام کرده در اسناد روسیه تزاری. گیج کننده تر است که استالین این تاریخ 12 را، این تاریخ 6 دسامبر را به منظور گول زدن افسران تزار دستکاری کرده بود و این تاریخ به 21 دسامبر و سال او را به 1881 تغییر داد. به این ترتیب نام خود از برخی از اسناد رسمی و بایگانی های مربوط به مخالفان سیاسی و زمان حذف کرده بود. استالین از ابتدا از نوجوانی رفت حزب در حزب سوسیال حزب کمونیست رفته بود که بعدا به بلشویک نام بدل کرد. سخنان عجیبی از یادم در مراسلات وجود داره. چی مثلا میگه که ما به هیچ کس اعتماد ندارم، حتی به خود. یعرفی خب شاید شما بگویم که ولی ایرخ ما میگم، نه خو ایرخ شما، این درست، اما ما زبان استالین نقل میگم. استالین تاریخ دنیا، تاریخ جهان تغییر داد. اگر هیتلر شکست نداده بود، امروز ما نمیفهمیم شما در کجا بودیم، با چی شکل و این دنیای ما آنو شکل و شمایلش چی رقم می بود. و یک گپ معنادار دیگه هم داره، میگه که همین مرگ که است رای حل همه مشکلات است. چرا؟ به خاطر از می که اگر انسان خودش نباشه، این مشکلات در طبیعت وجود نداره. خب بگم من تنها دیگه عالم به یک چیز اعتقاد دارم، قدرت اراده انسان. و در زمینی سیاست هم استالین میگه یک سیاست مدار صادق مثل دریای خشک یا آهن چوبی است. وقتی که من میری خواندم در شرح حال و داستانای کارنامه استالین که ما خواندیم، وقتی که اعضای کمیته مرکزی حزب بعد از قدرت دیگه
کامنوف و زنویف و به حضورش میارن در کرملین، اونا اصلا باورشان نیامده بود که اینا را استالین به دام انداخته. اونا قرار بود اعدام شوند. سر خود تومت زده بودند. هر آنچی که بازجویان گفته بود به اشاره استالین بالای خود تومت کرده بودند. وقتی که داخل اتاقش میشه، یک دم زینوف و گریه در میاد، به خاطر اینکه اینا خود رفیقای حزبی بودند، یک عمر در کنار هم مبارزه کرده بودند. این گریه میکرد. استالین فقط پایپش در لب دانش بود و هیچ چیز نمیگفت. تو اینی کار کردی، اینی کار کردی، باز رفتن اعدام شدن. با مخاطبی میگه که سیاستمدار مثل دریای خشک و آهن چوبی است. توصیفات از این دیگه چیز آمد، ما برنامه را طولانی نمی کنیم. یکی از صفات از این بود که در ازای آزادی پسرش یاکوف که اسیر نازی ها شده بود در جنگ دوم جهانی، اصلا هیچ پولی هم پرداخت نکرد، هیچ تا معامله هم نکرد و هیچ مبادله هم نکرد. این دیگه یک درس عبرت به جلالت مابای افغانستان است، و جلالت مابای کل دنیا، خصوصا به جلالت مابای افغانستان. استالین با هیچ کدام از درخواست های آلمان برای آزادی یاکوف موافقت نکرد. یاکوف بعدا با شما اطلاعات داریم که عکسای شما از اطلاعاتش که در یکی از زندان های اسرای جنگی در یک اردوگاه پای یک انگامی که میخواست بیرون بزند، پای یک سیم خاردار از عقب تیر خورد و افتاد رفت. در گفتگوهای محرمانه در کرملین، استالین بارها با ژوکوف میگفت که اگر سران نظامی و سیاسی را اکثرا نمیدانند پس را رد اول رد دوم من نکشته بودم، این جنگ برده نمیشد. منظورش جنگ دوم جهانی است، یعنی اگر اونا زنده بودن این جنگ برده نمیشد. البته شرح صحبت های یادم با ژوکوف در کتاب ژوکوف نامده، به خاطر از اینکه کجیبی وقت ایره حذف کرد. بعدا متن اصلیش در دارک ویب برآمد. دارک ویب مال برای بسیاری مردم قابل دسترس نیست، در اون زمان متنش برآمده بود. چیزای زیادی یعنی در زیر سقف اتاق کرملین بین از اینا رد و بدل شده بود که بسیار جالب است. اگر متن به متن دسترسی پیدا کردیم، ما در اختیار شما قرار خواهد دادیم. یک سخنرانی کرد استالین در 1937 در تئاتر بالشوی مسکو. این دیگه زمان است که زینوف و کامنوف، نیکولای بخارین، آردان مارکیزوف و لوشوپنیکوف از برجسته های حزب کمونیست، همه به شمول جنرال میخائیل دوخاچوفسکی کشته شده بودند. تیرباران، محاکمه، بالای خود تومت بسته بودند و رفته بودند. در تئاتر بلشوی در تالار 25 دقیقه سخنرانی کرد. 30 مرتبه با کف زدن های طولانی سخنانش قطع شد. البته بسیاری از ترس همی کار میکردن. و اونجا یک گپ زد، گفت که انتخابات آزاد و واقعا دموکراتیک تنها میتواند در یک سیستم سوسیالیستی انجام شود و انتخابات در شوروی واقعا آزاد و واقعا دموکراتیک است، هیچ سابقه در تاریخ بشر ندارد. چه دروغ بزرگی به اندازه اما هیبت خود استالین، دروغی به بزرگی جغرافیای روسیه و به پهنای کل تاریخ جهان. استالین بود. در پایان صحبت یک حرف گپ زد، گفت که به نقل از نیکولای گوگول، نویسنده بزرگ روس،
گوگل خودن در نگاه ما شما چهره آشنا است. از او نقل کرد که میگه آدمایی هستن که مشخص نیستن که کیستن، چی کار میکنن، هیچ تا بالایشان هم معلوم نیست. ایر سلین میگه با کنایه میزنه به افرادی که در حزب است و کسایی که زیر تیررس است و کسایی که مظنون واقع شده و کسایی که باید پس از نیکولای بخارین و کامنوف و زینویف نوبت از اونا برسه. گفت در هر خانواده بالاخره کسی است که با دیگه اعضای خانواده جور نیست. در خانواده گوسفند سفید و گوسفند سیاه هم پیدا میشه. صفوف بلشویک هم این رقم است. حالا که یادم قضاوت های زیادی در مورد استالین شده. چرچل در جنگ دوم جهانی بارها با استالین دیدار داشت در کرملین. اغلب دیدارهایشان بسیار غیر دوستانه، پر از مشاجره و حتی توهین آمیز بود. استالین ایره خب منابع انگلیسی نمیگن چرچیل خیلی خرد کرده بود. ایره باز بعدا در یک برنامه دیگر اندل فرصت سرش تمرکز خواد کردیم. خب او چی میگه؟ میگه استالین هر کس که بود روسیه گاو آهن تحویل گرفت، روسیه اتمی را تحویل داد. گاوهان منظورش همین است که قلبک میکنن با گاوهان قلبک بمونی. یک کشور مثل عمدتا کشاورزی با سطح تکنیکی بسیار پایان، یک کشور تقریبا فقیر تحویل گرفت، روسیه اتمی را تحویل داد. این چرچل میگه. چرچل میگه که استالین یک آدم برجسته بود، بیرم چه در جریان کار و چه در انگام گفتگو بسیار مورد تحسین بود که حتی مرا در مجلس انگلیس که تربیت شدیم یارای مقابله در برابرش نبود. یعنی حضورش یک وزن داشت، یک سهمناک بود. چرچل میگه این نیرو در استالین چنان بزرگ بود که در بین تمامی شخصیت های جهان و رهبران او زمان بسیار یک چهره بی همتا معلوم می شد. تأثیر و نفوذش بر مردم فوق‌العاده بود. مگر در روزهای برگزاری کنفرانس یالتا وقتی که به سالن کنفرانس وارد می شد، همه از جا بر می خواستن ناخودآگاه و به حالت خبردار میگم ما ایستاده می شدیم. چرچل میگه، چرچل مغرور. از نظر چرچل که مطالعه کرده بود، استالین دارای خردمندی ژرف، منطقی دارای منطقی هوشمندانه و فارغ از هر گونه حراس بود. خب البته از این قبیل مسائل بسیار درباره ازی گفته شده. میگه ما را آشکارا امپریالیست مینامید و وادار میکرد که با امپریالیست ها بجنگه. منظورش ایست که همیشه در دو دیداری که با یادم داشت با چرچل گفت که شما چرا جبهه دوم باز نمیکنید؟ شما و امریکا تنها ماستیم در برابر ارتش هیتلر، خب شما جبهه دوم باز کنین. اینا جبهه دوم باز نمی کردن. بسیار تا بالا می رفتن این طرف این طرف که یعنی بدون از اینکه مداخله بکنن شوروی را یا او بزنه و از بین ببره یا شوروی خودش در هم بشکنه، یا یعنی دو طرف بجنگه. اونا بیشتر خود نگاه میکردن و مخاطر میگه ما را تشویق میکرد با امپریالیست ها بجنگیم. خب البته او روسیه را با خیش تحویل گرفت، خیش همون گواهان خیش آوکه و او را با اسلحه مدرن بر جای گذاشت. خب باز نظر چرچیل هرچی که درباره استالین گفته شود، تاریخ و مردم او را از یاد نخواهند برد. براستی
روسیه امروز چطور در برابر این تهاجم پس از فروپاشی استاد شد؟ او زیر ساختایی بود، استخوانبندی بود که استالین از خود به میراث گذاشته بود. البته با روزولت رئیس جمهور امریکا رابط خوب داشت و گفته بود که روزولت میگه که بسیار این مرد خوب، بسیار یک مرد عمل است، هدف روشن تعیین میکنم، وقتی که همکاری با او میکنی درد سر نمی داشته باشی، مشخص می باشه همه چیز، پرسشی که لازم از راست تا چشمای نگاه میکنه مطرح میکرد، هیچگاه از موضوع منحرف نمیشد. براستی خب که خوب بود. یک وقت لینین در کمیته مرکزی مسائل مطرح میشد جنجال، گفته بود که ما به کسی نیاز داریم که نمایندگان همه خلق ها بتانند با او تماس داشته باشند. استالین از ابتدا با قشر پایینی، با قشر میانی در ارتباط بود، با بسیار تماس های گسترده داشت. لینین گفته بود خب این که یک آدم از کجا پیدا کنیم؟ کلگی چوب میمانه میگه که من فکر نمی کنم کسی غیر از استالین باشه. اینطور تاریخدان انگلیسی به نام سیمون سباک مونتفیورو، سیمون سباک مونتفیورو اولا خو از تروتسکی به عنوان یک متکبر بیچهره انقلاب نام میبره که خودش نابغه میدانست. براستی تروتسکی در آثارش هم و در سخنرانیش هم یک چیزهایی داشت ویژه بود، متفاوت، کاملا متفاوتتر از لنین و استالین، متفاوتتر از همه، با اونمو تفاوت رفت. خب البته استالین به گفته تاریخدان انگلیسی که تروتسکی میگفت که این بیروکرات است، اما استالین بیروکرات معتاد نبود، دارای استعداد فوقلاده سازماندهی، روحیه تحلیلی ذاتی، قدرت حافظه عجیب داشت، همه چیز تا خورده ترین جریان برنامه ریزی میکرد موی موی، بعد از تعمق فراوان تصمیم میگرفت. خب البته تصمیم گیری های در جریان جنگ در خاطرات مارشال جوکوف است که یکی از تصمیم گیری های مارشال استالین صدها هزار ارتش شوروی را به دام ایدلر انداخت و کشتن داد. البته این موضوع جداست. و اون نویسنده در یک مصاحبه با نشریه ولت میگه که تصویری که ما از استالین داریم تصویری است که عمدتا تروتسکی نقاشی کرده، البته در مکاتی، تصویر یک آدم بیرم دهاتی، یک آدم بی سواد که خوبه، که برش خوب است که بیروکراسی را بیاندازد. اما استالین یک شخصیت پیچیده است. ما چیزی که خب البته مثلا تروتسکی گپای بسیار جالبی داره در کتاب خود، مثلا میگه که ارتجا با به قدرت رسانیدن استالین از انقلاب اکتبر انتقام گرفت. خب از این زاویه دیگه بگه، اما شخصیت استالین دیگه خلاصه نمیشه، بسیار پیچیده بود، دارای استعداد استثنایی، پیچیدگی، مرموز بودن و حوصله. اما خود از کجا یاد گرفته بود این مسائل؟ خودآموزی. یک مردی بود خودآموخته، بی وقفه در ذهن خود مطالعه میکرد و خیلی خیلی هم چیزها رو میدانست. یک خاطراتی از تاج الملوک، همسر رضاخان پادشاه ایران آمده در خاطراتش، من دیدم مادر محمد رضا شاه که بعد از اینکه متفقین حمله کردن به تهران، یا جلسه سه جانبه بین استالین، روزول و چرچیل بود، هیچ کدام از اینا، تاج الملوک میگه، میگه هیچ کدام از اینا به دیدار ما نامدن. وقتی که رضاخان تبعید کردند افریقای جنوبی، هیچ یک از اونا از ما یادی نکرد.
محمد رضا شاه جوان بود و وقت به عوض پدرش در نظر گرفته شد که ایران اداره بکنه. اما اونا میگه نامدن استالین در موقع صرف عصرانه آمد، ما را دید، به دیدن ما آمد، گفت که اسم اصلی ما یوسف است، یعنی باز یوسف، یوسف زاده. این ترجمهش که تاج الملوک میکنه، همسر رضا خان میگه، ما رو گفت ما چیز هستم. و جالب، یک نکته جالبه میگه تاج الملوک، میگه میگه استالین به ما گفت که نام ما یوسف است، یوسف زاده، از اهالی گرجستان و اصلا ایرانی هستم. ایده که ما نمیفهمیم که اما در خاطرات تاج الملوک درد شده. محمد رضا میگه از این حرف استالین بسیار به وجد آمد، پسرش میگه خوشحال شد، گفت که شما ایرانی هستین اصالتا، بسیار خوشحال شد. میگه استالین برای محمد رضا گفت، جوان است دیگر که ایواز پدر انتخاب شده، گفت که یک فرزند هم سن سال خودت ما دارم که تحت اسارت آلمانی است. او وقت یاکوف زنده بوده در اردوگاه، کشته نشده بود. میگه بر ما گفت که این هم سن سال خود یک بچه ما اسیر است پیش آلمان ها. میگه ما تعجب کردیم. گفت استالین زود متوجه شد که ما چرا تعجب کردیم. گفت که همه فرزندان شوروی و مسابه فرزندان ما هستن. من میتونی یک گپ بود بر شما گفتم، او اسیر است، ما صدها هزار اسیر داریم. یک رهبر نمیتونه وقتی که فرزندان دیگران در جنگ کشته میشن، فرزند خود در جای امن پنهان بکنه و به جبهه روان نکنه. جلالت مآبای افغانستان بشنوند، کسی که البته رهبری دعوا داره، دیگاهش نمیگم. خب میگه تاج الملوک، میگه ما کلگی تحت تاثیر شخصیت استثنایی استالین قرار گرفتیم. بعد تاج الملوک میگه که در مورد استالین یک نکته را بگویم که برعکس چیزایی که ما شنیده بودیم، آدم خشن مستبد چطور، میگه که ما بسیار مهربان بود و شوخی هم میکرد، خنده رو بود. بله استالین ظاهرا در مجالس و در پارتی ها شبانه کارا رو میکرد. میگه چند هدیه هم بر ما داد که نگفته که چی. و وقتی که میرفت چند نصیحت تند و سریع به محمد رضا شاه کرد. چی نصیحت؟ گفت استالین طرف رضا شاه دید، گفت که فیودالیزم یک سیستم قرون وسطایی است و شاه جوان یعنی خودت اگر میخواهی موفق شوی باید کشاورزان را از دست استثمارگران نجات بدی. با چی بکنی؟ زمین ها را بر از اونا توزیع بکنی. این نصیحتش بود. خب عجیب و غریب روایات است که در مباحث مناسبتی و مناسب به خاطر استالین میشه مطرح کرد، اما حالا فقط یک چیز دیگر رو مطرح میکنم. میگم که او را گفته میشه که میخواست یک ارتش بساز از دورگای انسان و میمون. چه ارتشه؟ یکی از عجیبترین داستان هاست البته در مورد استالین گفته میشه که در دوران جنگ دوم جهانی گرد فکرش گشته بود، قصد داشت ارتش کامل از سربازان نیمه انسان و نیمه میمون پرورش بده و تشکیل کنه. خب البته فکرش این بود که سرباز انسان ضعیف است، احساس درد میکنه و باید به طور مرتب تغذیه شود. این مشکلاتش هست. به همین دلیل یک ارتش به اصطلاح همونطور غیرعادی متشکل از میمونای انسان نما میتونه یک ابزار نظامی بی‌نقص باشه. اگرچه دخالت استالین در این پروژه بسیار مورد نزاع بوده، اما اسناد مربوط به کلیت پروژه کاملا موجود و مستند است.
خب حالا ما شما که رباتای لشکرهای ربات لشکرهای جنگی رباتی که ما می خب در اون زمان نبود، اما این یک چیز فکر استالین بود. و یک پژوهشگری به نام ایلیا ایوانوف آزمایشات واقعی و هولناکی با آمیزش دادن اجباری شامپانزه ها و انسان ها انجام داده بود تا که نسل تربیت بکنه و که جنگ دوم جهانی تمام شد و او پروژه ها هم به حال خودش باقی ماند. ای بود موارد مختصری درباره استالین که 144 سالش.